یالا یالا یا الله سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خوب هستین انشالله؟ ما که شرمنده شمایی معصومه خانم. این ما همش درگیر مریضی مریم بودم. بهتر شد؟ الحمدلله بهتره. زینت خانم چطورن؟ سلام رسون، احوال فرس شما هست. همین فردا پس فردا میاد خدمتتون. بایدزتون چایی دم کردم آقای ابراهیم، باشیم میارم خدمت. دست شما درد نکنه. بفرم. معصومه خانم، این پول این ماه، ببخشید کمه. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی. جبران میکنم، اول تابستون کار زیاد داره. اشکال نداره آقا ابراهیم، دستتون درد نکنه. قابل نداره. خدا رحمتش کنه. همیشه چایش رو با این نقلا میخورد. بایزد رضا خدافظ. خداحافظ. بلان باید رضایت بود. من که نمیتونم رو از باج بلان حرف بزنم. سرنوشت آدم دست خودم.
فردا که نیست. چه خودت بخوای هم بود. چه میگویم؟ باشه مریضت. خیلی ممنون. سلامت باشه. رضا تو که اومدی؟ همین الان. خب مادر. نگران نباش، من با آجه صحبت میکنم، رضایتشو میگیرم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. زینت خانم چیکار داشت؟ ابراهیم که پول ما رو داده بود. کاری نداشت، اومده بود سر بسر. سلام علیکم. سلام ابراهیم، چطوری؟ دختره چطوره؟ حالش خوب شد؟ خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تو هم همش مریض داری میکنی ها. اون ماه مادرت زینت خانم، این ماه هم دخترت مریم خانم. ابراهیم بایستا کارت دارم. مسلمه خانم به گاردش آوردم. مامانم خونه نیستش. رضا یعنی هستش، دستش بنده. رضا کیه؟ یالا یالا بفرمایید. یالا سلام علیکم. سلام علیکم آقا ابراهیم. ببخشید دیروز نتونستم بیارم. خدا قوت، خسته نباشه. بمونین یه نفس تازه کن. کجا میخوای بذارمش؟ اینجا خوبه. این کارا که کار تو نیست. رضا کجاست؟ رضا؟ نمیدونم، همین جاها بود، تو حیات بود، نمیدونم. شما خوبین؟ بچه ها خوبن؟ نوری خانم خوبه؟ چرا بچه ها رو نیوردی؟ در خونه چرا بازه؟
ابراهیم پولی ما رو آورد؟ بله آورد. چقدر؟ 80 تومن. 80 تومن؟ 80 تومن چه بله چند روزه؟ این ابراهیم هم کارش حساب کتاب نداره. اتفاقا خیلی هم سلام رسوند. بنده خدا بچهش مریض بوده، یه 2 هفته کار نکرد. یه رو بچهش مریضه، یه رو زنش ببین. لا لا الا الله. ولش کن، خودم فکرشو کردم. چیزایی که بهت گفتم فکرشونو کردی؟ فکر کنم رضا اومد. سلام. کجا بودی؟ علیک سلام. بشین ببینم. حالا دیگه در خونه رو باز بذاری میری ها؟ با ابراهیم راجبانه حرف زدم. خودش چیزی نگفت؟ نه، فقط پیروز که اومد پولا رو داد و رفت. دیروز اومد. دیروز یا پیروز؟ دیروز گونی آردو آورد. نه چیزی نگفت. بهش گفتم ما شراکت وانتا نمیخوایم. یا سهم ما رو بخر وانت مال تو، یا وانتا بفروش پول ما رو بده. گفتم این آخرین باریه که بهت میگم. دیگه بهونه بسته. حالا قراره فردا پس فردا بره تهرون وانتا بفروشه. ولی کمک خرجمونه حاجی. مگه تو این مدت که محمود رحمت خدا رفته کم و کسری داشتی؟ مگه لنگی داشتی؟ وصیت اون مرحوم هنوز تو گوشمه. اونقدر که من به فکر خانواده برادرم هم به فکر خانواده خودم نیستم. تو هم نگران نباش. تا من اینجام نمیذارم چیزی کم و کسری داشته باشی. پول وانتم میدم، یه زمین به نامت میکنم. رضام قراره با ابرام بره تهرون. من نمیرم. چه از تو پرسید که بگی میرم یا نمیرم؟ تو پسر محمودی، باید جای اونو اینجا پر کنی. مثلا برای خودت مردی شدی. ما که نفهمیدیم در اومده این وانت چنده. هر ماه یه چیزی میده. یه دفعه 100 تومن میده، یه دفعه 200 تومن میده، حالا شده 80 تومن. هر وقت هم بهش گفتم بفروش یه بهونه ای آورده. با ابراهیم میری تهرون و نتا نفروختی بر نمیگرده توی خونه. اونجا هم حواست باشه با چی معامله میکنه، چند میفروشه. دیگه نباید بهونه بیاره که خرابه مرابه ها. اگرم بهونه آورد بهش بگو بفروش. افتاده رو دنده لحجم. نمیبینه فصل کاره. هی میگه وانتو بفروش، وانتو بفروش. خب بهونه به دستش نده. روزی تو که فقط از این وانت نیست. برو که دیگه بهونه برای معصومه نیاره. اگه این غلام فردای بهونه دیگه میاره. سلام آقا ابراهیم، حالتون خوبه؟ مواظب این رضا باشینا، این پسر ما سر به هواست، جایی نره. شما خیالت راحت. تو رو خدا ببخشینا، حاج غلامه دیگه. من که راضی نیستم، ولی خدا بزرگه. بیا مادر، اینو بگی لازمت میشه.
اینم اوضاعش خرابه. بنده سوچارش خوب جا نمیره. حالا رانندگی کردی؟ رانندگی نکردی؟ بگم با این اوضاعش چطوری بفروشیمش؟ امو غلام گفت هر طوری بفروش، برابم بود بفروش. باش شده. آخرین باری که دیدمت یادت میاد چقدر بچه بودی؟ بیا بیا چای بخور. نه یادت نمیاد. آخه تابستون که وقت فروختن وانت نیست، میذاشتید پاییز میفروختی. حاج غلام پولشو لازم دار. وانتو بفروشی کارت چی میشه؟ بیام پیش خودت شاگردی میکنم. خب به حاج غلام میگفتی بذاره واسه بعد، نمیشو؟ بابات مرد بود، یادش بخیر، نمونه نداشت، پهلوون بود. هنوزم صدای خندش تو این گوش منه، اینجوری میخندی. پدرتو بیام بسن علف زیر پام سبز بودن بس که بایست دارم. چرا عقب نشستی؟ گفتم جای پسر تنگ نشه، دستون درد نکنه. تنگ نمیشه، یکم مهربون تر میشه. تو این جهنم سردت نشه اینو پوشیدی. خدایی نکرده دژبان بگیره ها، همین یه روز مرخصیم رو هوا. کجا میری؟ خوام برم گلگیر. گلگیر کجاست؟ از اینجا یه ساعت راه. دامستب یه ماشینم رد نشد. سربازی همین چیزاست دیگه. یه جماعتی اونجا منتظر من. چه خبره؟ نامزدیمه. نامزدی؟ نامزدی که نه، خواستگاریه. مبارکه. فامیله؟ فامیل که نه، ولی مالی آبادی، یه جوری آشناست.
از حالت خیلی خوبه. حاضر بودی دو ساعت دیگه هم وایسی؟ نه 5 کیلومتر پیاده اومدم. اگه ماشین وای نمیستاد چه میکردی؟ تا خونه عروس کلافت. حالا کی بیایم عروسی شیرینی بخوریم؟ اصلش خواستگاریه، ایشالله مرخصی بعد عروسیه. تو که هنوز آشخوری، شغلم که نداری، عجلت برای چیه؟ کار دل دیگه. کار دله. همه میدونن که عاشقی کار دله، گناه من نیست، تقصیر دله. آه همینه. شما خود عروسی کردی؟ میدونی آدم چه حالی ده؟ آره نوار نوار نداری بذاری؟ خسته نباشی جوان، یه وقت خیس نشی. ماشین باید مثل عروس باشه. این که توش خرابه، حالا بیرونش یه سر و سامونی پیدا. رضا خوشم برشو تمیز کن. چرا معطلی؟ دست به کار شو. تو چته؟ چرا مثل برج زهرمار شدی؟ چرا با اون سربازه نگفتی که من پسر نیستم؟ مگه باید برای هر کی قصه تعریف کنم؟ فکر که کرد خواستی بگم این پسر محمود چری که خدا بیامرزمه؟ آره اون وقت بگفت محمود کیه؟ خواستی بهش بگم که عموش غلام گفته این ماشین شریکیمونو باید بفروشیم؟ چی تو کلته پسر؟ پاشو کمک کن ببینم حرف مفلی زنه. اینجوریه؟ خودت ماشین رو ببر تهرون. آقا ابرام، آقا ابرام، هر موقع گفتم استارت بزن.
گفتم اصحار بزن، چرا منو نگاه میکنی؟ بلد نیست. بیا بشینیم و گفتم بشینیم و ببین اون ستا رو میبینی پایین، اون اولی گازه، دومی ترمز، سومی کلاچ. خب حالا بزن بزن، گاز بده گاز بده گاز بده گاز بده کلا سخت بود؟ نه کم کم رو کلو بندی نداری؟ موش طبقات هم تقریبا روز آخرشه، لفت هم میخونه، گیر بوکست هم از کار افتاده، به درد نمیخوره، یعنی باید بیاد پایین واسط هم مغروم به صرفه، نیبخوای سرویسش کنی، باید عوضش کنی. حالی خود دانی شانس ما حالا که میخواییم بفروشیمش افتاده به خرش، دنده چهارش مشکل داشت، الان دنده سهش هم جا نمید، 50 کیلومتر آخرم با دنده دو اومد. اینو اینجوری که ازت نمیخرم، حالا تو چند میخوایی بفروشیش؟ 4 تا. چایی میخوری برات بریزم؟ تمیزا؟ تو چی بچه؟ نه اینو با این وضعش 2 تومن هم ور نمیدارن. 3 دیگه 3 و 200 وسط مشتری دارم. ببین منو، اونم چکی تازه. خیلی خوبه. کسی از تو پرسید؟ با تو ماشین بشین ببینم. بادو چرا بهش نفروختی؟ میخوام بزنن تو سر مال، باید بفروشیم میفروشیم، اما به قیمت نمفت. تو اصلا چک چی میدونی؟ عمو غلام گفت. میدون آزادی، این بزرگترین میدون دنیاست. دنیا؟ دنیا، ایران. چیکار به این کارا داریم؟ این میدونه رو که میبینیم نوکش گسته. فال فال دیگه چیه؟ فال فال یه شعره که وقتی میخونیش بهت میگه روزگارت چطور میشه، بعضت خوب میشه بد میشه، پولدار میشی یا نه بدبخت میشی. راسته؟ بعضی وقتا راست نیه، ولی بعضی وقتا راسته راست. الان میریم مسافرخونه یه اتاق میگیریم، فردا میریم پارکینگ ماشین رو میفروشیم، اونجا روزی 1000 تا ماشین خرید و فروش میشه، دیگه کسی نمیتونه بزنه سر ما.
سلام. یه اتاق میخواستیم. کولر داشته باشه؟ بله. کولر دارامون پره. اگر برای یه شب میخوان دوی بعد از رو باید تخلیه کنیم. باش. شناسنامه ها. شناسنامه تو آوردی؟ نه. صد دفعه به مادرش گفتم شناسنامه این بچه یاد در بازم یادش رفت. پسرته؟ پسرمه. این عربه خارجه، دو تومن به کار من میخوره، کلی هم خرج داره. حالا هر جوری میل خودتو ببر. دوست داری یا علی؟ دوست هم نداری یا علی؟ یا علی دست درد بشن. ولی همون غلام گفت هر چقدر شد بفروشیمش. غلام هماشین چی سرش میشه؟ اصلا چی میدونه؟ دو تومن ماشین چهار تومنی رو بفروشم. دو تومن فردا میرم پول قرض میگیرم، گیرباکسش رو تعمیر میکنم، رو به راکش ها بعد میفروشیم. خوبه؟ الان هم میریم بازار واسه مریم کیف و کتاب مدرسه میخرم، تو هم واسه مادرت هرچی خواستی بخر. بخور. Thank you.
سلام. بفرمایید. دو تا دفترچه چهل برگ می‌خواستم. بله. این چیه، خطکشه؟ بله خطکش. خوش، یه دونه اینام بده. چند تا خودکارم بده. آبی قرمز؟ هم آبی بده هم قرمز. خودکار می‌خواد چیکار؟ من نمیره اول ابتدایی. اول ابتدایی خودکار نمیخواد که. بابا چی مینویسم؟ از این مداده بدیم. 4 تا سیاه، 3 تا هم قرمز. تراش باکن واسهش میخری؟ ببین چی لازم داره بگو خودت. دفتر نقاشی. 2 تا. خدمت. مداد رنگی هم از اون 36 تایش بده. بله. چنده اینه آقا؟ 2500. از اینم بده. اون دیگه برای چیه؟ جا مدادیه. مداداشو میذاره توش. خب میذاره تو کیفش. احتیاج نداره آقا. دستت درد نکنه. بگرد قشنگ ببین چی لازم داره همونو بگی. قشنگ ببین نگاه کن تا من بیام. آقا یه دونه از اون میدیم. چقدر شد؟ قابل نداشت. 6500. دفترش نقاشه یکی چند؟ 500. بفرم بذار کمکت کنم. یا بگی نه ایو خدا حافظ. خدا شد. زندگی مثل دکمه های سیاه برای هر نصف درمشون عجیبه. این دوتا با هم میشن نمای زندگی. خدا حافظ. چیه دختر جون؟ اتاقت همین بغلیه. بیا ببینم. بیا بفرمایید. این بچه شماست؟ باشه اونا رو جمع جور کن. باشه
اتاق تحویل بدیم بریم بیرون. اینجا جای دعوا نیست. بریم بیرون هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم. مرد که زورش زیاده نباید دست رو زنبارن. به تو میگم مرد، خجالت بکش. اگه غیرت داشته باشی نباید صدای زنتو غریبه بشنوه. دروغ میگم آجا؟ حقیقت میفرمان، درسته بابا جون. اون بچه بدبخت چه گناهی کرده؟ ها؟ به این شیخان قسم من هر کاری از دستم برمیمارده باستش کرد. خیلی خوب، خیلی خوب، پشت دست زنتو بگیر، برو به زندگی برس. دو شب هم از نزاشتم به خودم رو بخواب. رضا فردا میریم خونه خاله هم، بلکه یه پولی بگیرم ماشین راست و ریستش کنم ردش کنم بره. اگه بزنی به یکی چی؟ لا اله الا الله. دوستی حاج خانه مادرتون چطوره؟ الحمدلله. دخترتون مریم چی؟ اونم بهتر. الحمدلله خدا را شکر. ما اونجا همش بیاد شما ها بودیم. انشالله قسمت شما هم بشه. میشناسینش که؟ رضاست. پسر محمود. نه بابا، پسر محموده. ماشاءالله. حس و سلامتی کار خیریت انجام دادی. خدا را شکر مریم برادردار شد. معصومم به یه سر سامونی رسید. مبارک انشالله، مبارک. اومدیم وانه تو بفروشیم. گفتم رضا رو بیارم یه دوری بزنیم.
رضا باید تو کجا داری میری؟ باید حرف دارم. مگه پدر تو کشتن چرا این کارها رو میکنی؟ اگه من نمیدونم، اگه من نمیفهمم، زورت به من رسیده. به همون غلام میگم، همه چی بهش میگم. غلام؟ غلام سگه کی باشه؟ بکردی من غلام میترسم. من با تو چیکار کردم؟ من خودم میدونم، همه چی هم میفهمم. چی ها میفهمی؟ چی ها میفهمی؟ میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم با مادره عروسی کنم. گناهه. میخواستم تو بشی پسر من. میخواستم مریم مادر داشته باشه. تو همه بدی دیدی. چرا بیا بروی میکنی؟ نه خیلی این چیزا نیست. همه اینا باره وانته. تو وانتو میخوای. اما غلام گفته بود به اونه میاری. برا وانته، برا وانته. این هم وانت. ببر بده همون غلامت. تو چی میدونی؟ میفهمی من تو زندگیم چقدر سختی کشیدم؟ چه روز دیگاری بخونه رو بردی؟ چه روز دیگاری بخونه رو بردی؟ برو 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 آشو. هم باب نده. این اولش فابریک فابریک. 22 تا.
یکی دو روز بعد کار کنی پول در بیاری ماشین درست کنیم شهرش رو کم کنیم بیا جنس دارم میخواستم جا به جا کنم چند میگیری ببری؟ چی داری؟ یه یخچال و یک گاز و چند تا کارتونه میرم سمت منیریه چند میبری؟ منیریه؟ بله داداش 20 تومن 20 تومن؟ بگی گفتی ارزون در میبری؟ چقدر گفتی؟ 15 تومن بریم بریم آقا جا داداش خسته نباشی دستت هم درد نکن میخوای ببینم آلوار آزادی بدون آزادی آقا استودیوم استودیوم بچه ها بریزی بلو ای بابا بازی هم چه شروع شده محمد بازی رفته آقا برو دیگه اینو باز چی آوردن تو بازی من از این قشنگتر بازی میکنم مواره ایه کورنر برکیمه آره برو دیگه برو دیگه آقا در دقیقه به آخرش برسی باشه تو قرار گرفته ایوان آره قلپاقو بده قلپاقو بیا دست و پا بچه‌نشون روی پشت فرمون مدعی هم هستی زده موتور داغو کرده ببخشیم بچه هست دیگه بچه هست دیگه نزده پشت باشی خب حالا طوری نشده که موتور داغو شده صد دفعه بده گفتم پشت باشی نشی برو ببخشید آقا ببخشید بیا یا علی یا علی یا علی هیچی نشده آقا ببخشید بچه هست یا که زده موتور داغو کرده میگه بچه هست بچه هست دیگه نفر هیچی بچه هست ببخشید برو
بیا. درش به سلامت. اصلا موتورش چیزی نشده بود. بی خودی دعوا رو انداخته بود. آقا من ببخش. باید حواسمو جمع می‌کردم. این هم پول آقا رضا. فردا گیرباکس رو تعمیر میکنیم. اصف شو میگیری؟ اینجا رو ببین. شیش؟ نه؟ چهار؟ چهار؟ هفت نه؟ یک؟ سلام امو. امو وانت خراب بود ولی فردا میخواییم گیرباکسشو تعمیر کنیم. امو فردا که تعمیرش کردی میفروشیمش. ابراهیم همینجاست. سلام آج خانم. فردا باید گیرباکسش رو تعمیر کنیم. اگه شاد که همین فردا میفروشیم. نمیخرن اینطوری. مفت میخواستم. چشم. سلام برسون. خیلی میگه ماشین رو بفروش. گفت با هم کار واجب داره. با من؟ چه میدونم؟ حتما فکر میکنه ما اینجا علاقیم. آقا دست شما درد نکنم. برو. به سلامت. ابراهیم چه؟ میگم وانتو که بفروشیم تو چی کار میکنی؟ یعنی میگم بعدش کارت چی میشه؟ بگی بخواه خدا بزرگ. نگاه به این میگم ماشین جون گرفت تا 10 سال دیگه ماشینه. الان میتونیم بفروشیمش. کجا بفروشیمش؟ یه جای خوب سراغ دارم. آدم مطمئن. Thank you.
کجایی پسر؟ کجا بودیم؟ رفته بودم جای ماشین رو عوض کنم. پلیس داشت جریمه می کنم. چهار تومن خیلی خوبه. نگفتم اون موقع دو تومن میخریدن. هی بفروش بفروش اینا رو به غلام بگو. درسته یا نه؟ میخوام یه جای خوب ببرم ات صفا کنی. کجا؟ چطوره؟ خوشت میاد؟ حالا یه کبابی بخوری تا حالا تو عمرت نخوری. میدونی اولین بار با کی اومدم اینجا؟ با کی؟ 19 سال گذشت. بابا تنوز ازدواج نکرده بود، جوان بودی. اونجا یه ساختمونی هست میبینی؟ آره، ما اونجا کار میکردیم. اونجا بود؟ آه یا حالا بعدا نشونت میدم. ما اونجا هم کار میکردیم، هم شبا میخوابیدیم. بعد از اونجا که اینجا رو میدیدیم، اینجا شلوغ بود و پر نور. بعد یه شب محمود گفت بیایم اینجا، ما اومدیم همینجا. بعد محمود پشت بره یه نگاهی دور و بر بندازه، یه نفر ازش پرسید آقا غذای ما چی شد؟ بکرد کارگر اینجاست. بعد دوتایی رفتیم پیش صاحب رستوران، گفتیم آقا ما دوتا برادریم، میخواییم واسیم اینجا کار کنیم، همه کارم میکنیم. خلاصه یه هفته ای کار کردیم. بعد سرکارگر اینجا مچ محمود رو سر خوردن کباب گرفت. خلاصه انداختنمون بیرون. محمود خیلی زرنگ بود. برگشتیم سر ساختمون، راهمون ندادن. خدا بیامرز کلی دروغ گفت، به خرجشون نرم. گفتیم بابامون مریض بود، رفتیم و برگشتیم، بازم به خرجشون نرم. خاطراتی داشتیم با محمود. شبام مشتری ها که می رفتن، کارمون که تموم می شد همینجا می گرفتیم می خوابیدیم. زیر سقف همین آسمون نقشه ها می کشیدیم. کار میکنیم، پولامونو جمع میکنیم، زمین میخریم. توی این ترون خراب شده چه کارا که نکردیم، همه کار. خب چی کار میکردیم؟ هرچی بگیم، فال میفروختیم، گل میفروختیم، واکس میزدیم. یه بار محمود به کفش یکی که قهوه‌ای بود واکس سیاه زد. فال دارم میگم، آیا فال بردار. فردا ایشالله زحمت کم میکنم. به سلامتی وانتو فروختین؟ صبح معامله میکنم، قبل از ظهرم اینجا میرم. ایشالله. صبح بمون اینجا، من میرم دفتر خونه معامله کنم، کار تموم کنم. باش، ولی به همقالم نگی من باد نیومدم. ها چرا؟ گفت حواسم باشه با کی معامله میکنی؟ چند میفروشی؟ فروش ماشین با سنده، همه چیزش معلومه. اگه دوست داری بیای بیا. نه کار دارم، باید برم چند تا چیز بخرم. بلدی بری؟ گم نشی؟
نزدیکه، بلدم. خیلی خوب. ببخشید اینو بدین. اینو؟ نه اون یکیشو. چرا؟ سبزشو بدین. بفرمایید. دست درد نکنه. چقدر شد؟ 5. مرسی. پول و غلام هست بده به غلام آقای ابراهیم من وسایل تو جمع کردم دخترتون پشت در بود برگشتیم ها اما گلم اصلا فکرشو نمی کنه وانه تو خوبتا باشه بازم میریم تهران ایشالله
باش همه تابستون تهران کار کرده بودیم. خوبا ای کار میکردیم پول در میبردیم. بزرگ شدن میخوام یه وانت بگیرم، اون وقت میرم تهران کار میکنم. تو که نباید رو وانت کار کنی، باید درس بخونی یه کاری بشه. راننده وانت شد کار، منو که میبینی کار دیگه ای بلد نیست. تو ماشاءالله درس خون. چی شد که وانتو خریدین؟ بعد فاطمه دست و دلم به هیچ کاری نمیره. محمود گفت بیا رو این وانت کار، خدا رحمتش کنه. جعفر سلام. ابراهیم خوبی؟ تازه رسیدی؟ آره. وانه تو فروختی؟ صاحب فروخت. ای ناقلا، تو هم رفته بودی تهرون رضا؟ آره با هم رفته بودی. آه پس اینجا نبودی. خب آقا مبارک انشالله. به سلامت. خدا حافظ. رضا من میرم، به مادرت بگو شب که حاج غلام اومد میام حسابا رو میکنم. پس ابراهیم یه دقیقه وایسه کارت دارم. این واسه مریمه. دست درد نکنه. خداحافظ.